آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم حج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه نهاد حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سلام، روزتون بخیر دوستان و همراهان برنامه توضیح المسائل. امیدوارم که هر کجای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت امیرالمومنین علیه السلام باشه و اللهم عجل لولیک الفرج بر قلب و زبانتون جاری باشه انشاءالله. برنامه توضیح المسائل رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم از کربلای معلا از استدیو بین الحرمین و ممنونم که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد رجبیان هستیم. به نیابت از شما عزیزان عرض ادب و احترام دارم خدمتشون. سلام حاجا، خیلی خوش اومدید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم عجل لسید عزیزنا الفرج. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت دوستان و بینندگان عزیزی که همکنون از جای مختلف این کره خاکی ما رو دنبال میکنن. خیلی متشکرم جناب استاد از حضورتون. و اما در ابتدای برنامه من عرض بکنم خدمت شما که 2096473-0304-314 شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه هست. از طریق تلگرام و واتساپ میتونید سوالات شهری خودتون رو برای ما بفرستید و در برنامه منتظر جواب بمانید انشاءالله. جناب استاد بفرمایید، صحبت مقدماتی اگر هست در خدمت هست. خواهش میکنم اگر که اجازه بفرمایید من یکی این که یک سوالی از مرجع عالی قدر شده بود در قسمت سایت عربی ایشون و من ترجمه کردم برای عزیزان بخونم و هم یکی یه نکته دیگه هم هست که حالا در همین راستای این بلیه، این ویروس و این مسائل سوال شده که سلام علیکم، آیا از ناحیه حضرت آیت الله العظما شیرازی دام از الله درباره این بیماری مهلک کرونا سفارشی به دعا یا عمل خاصی شده است؟ جواب دادن که بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت آیت الله به شما و جمیع بیماران در شفای عاجل دعا می فرمایند و از خدا طلب قبول دعا داریم و سفارشتان می کنند به استمرار در ذکر استغفر الله ربی و اتوب الیه. هر روز صبح این ذکر استغفار رو هر روز صبح 100 مرتبه و شب 100 مرتبه و همچنین مداومت بر تلاوت 4 سوره کافرون، توحید، فلق و ناس. مضافاً تلاوت آیه 54 تا 56 سوره اعراف هر روز صبح و شب 1 مرتبه، یعنی 1 مرتبه در صبح، 1 مرتبه در شب. نماز جعفر طیار در روز جمعه بلد. که به اکسیر اعظم معروف شده جهت برآورده شدن حاجات. همچنین مداومت بر دعای یا من تحلو به عقد المکاره که دعای چندم میشه
حالا حضور ذهن ندارم بله. به مدت 40 روز و مواظبت بر خواندن زیارت عاشورا به این شکل که اول زیارت امین الله رو میخونن بله. بعد 2 رکعت نماز زیارت، بعد از اون زیارت عاشورا رو میخونن بله. بعد 2 رکعت نماز زیارت عاشورا دیگه بله. و سپس دعای علقمه بله. که خداوند تبارک و تعالی از جود و کرم خیش حاجتها را برآورده کند انشاءالله. و بعدم توضیح دادن که این جوابها از مکتب امام شیرازی قم در تاریخ 11 رجب 1441 صادر شده. این تبرکن خدمت عزیزان. مطلب بعد که من اجازه میخوام عرض کنم، چون من دیدم که یک انسان لاابالی بی دین در یکی از این شبکات ماهواره‌ای نشسته و صحبت میکنه بل. که بله، مردم متوجه شدن که دین هیچ چیزی از دستش بر نمیاد، این اهل بیت عصمت و طهارت هیچ معجزه‌ای ندارن و به جاست که من از شما اجازه بخوام یه چند دقیقه اینجا جواب بدم به ایشون که اول ما همیشه این دین مقدس اسلام یک طرفه نبوده. ما الان روایتش هم من از اصول کافی که امام صادق علیه السلام میفرمایند که ابل الله ان یجری الامور، یا در بعضی از روایات ان یجری الاشیاء اومده، الا به اسبابها، یا در بعضی روایات اسباب اومده. فجعل لكل شيء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علما وجعل لكل علم بابا ناطقا. این ادامه داره روایت تا میرسه و نحن و فلان و اینها. ببینید خدای تعالی، این روایت داریم در دین مقدس اسلام، اعتقاد ما بر این بوده. اول ما ظاهر امر رو که نگاه کنیم، الان بریم یک نگاهی بندازیم در کشور ایران، در کشورهای مختلف اسلامی. من یکی چند روز قبل از اینم عرض کردم، واقعیت شما هر کسی میتونه ببینه، ادعای گزاف نیست. یه عده بودن اصلا زیارت عاشورا رو مسخره میکردن، الان خودشون زیارت عاشوراشون هر روز ترک نمیشه. توسلات رو به سخره گرفته بودن، الان همه رو به قبله دارن توسل میکنن. اصلا این ویروس باعث شد که مردم به دین و دیانت رو بیارن. من تعجب میکنم چقدر انسان میخواد عناد داشته باشه که به دروغ بیاد بگه که بله مردم متوجه شدن. اتفاقا مردم متوجه شدن که هر آنچه هست در دینه، و حتی بعضی مثلا اهل توسل نبودن الان دارن توسل میکنن. بعضی زیارت عاشورا رو اصلا با افتخار میگفتن نخونید، الان خودشون به دوستانشون توصیه میکنن که بخونید. خیلی ها به یاد امام زمان نبودن، الان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان میکنن. الان همه به دین رو آوردن. چطور میتونه اینجوری معاندانه صحبت کنه؟ حالا که اصلا حرف من باطل، حرف من باطل. خب هر کسی خودش به جامعه نگاه کنه، آیا این هست یا نه؟ آیا معظم مردم به توسلات و زیارات و ادعیه رو آوردن یا نه؟ آیا معظم مردم وقتی یک شخص متدین ببینن دست به دامنش میشن برای اینکه دعا کن برای من و خانواده‌ام، برای من و اهلم یا نه؟ بله. ببینید ضمن اینکه ما دانشمندان، ما نه دانشمندان مسلمان، دانشمندان غیر مسلمان تقریبا یک غروری هم گرفته بودن که بله، در راست هم میگفتن در گذشته یک بیماری میومد مثلا اینقدر جمعیت رو از بین میبرد، الان ماها علم پیشرفت کرده، ما اومدیم، و یعنی یک غرور کاذب گرفته بودشون. الان اونا هم متوجه شدن که اگه دست اونا باشه اینجوری نیست، فقط و فقط باید به خدای تعالی رو آورد. بعدم ما هیچ وقتی، شما این حرم حضرت رضا علیه السلام، حرم های اهل بیت، این حرم حضرت ابوالفضل عباس که حتی امام معصوم هم نیست، معصوم مطلق هم نیست،
معجزاتی که داشتن برای اهل تسنن داشتن، زردشتی ها داشتن، مسیحی ها داشتن، ادیان و مذاهب مختلف داشتن. و حال اینکه ما هیچ وقتی قائل نبودیم که دکتر نباید رفت، بهداشت رو نباید رعایت کرد. این روایت رو که خوندم برای همین بود که خدای تعالی به بشر میفرماید که قوه تفکر و تعقل بهت دادم، اسباب و وسایلش رو در اختیارت قرار دادم، برو رشد کن در علوم مختلف. یکی از علوم، اون علوم، علوم پزشکیه. خب بشر پیشرفت کرده. الان ما، بله ما داشتیم، زیادم داشتیم، یه مورد دو موردم نداشتیم، همه مکتوبم هست، کسانی که اومدن بیماری لاعلاج داشتن، صعب العلاج داشتن، آقا ابوالفضل عباس شفا دادن، حضرت سید الشهدا شفای عاجل و کامل دادن، حضرت رضا علیه السلام شفای عاجل و کامل دادن، مسجد جمکران رفتن شفا گرفتن، اینا داریم. اما الان بنای ما بر این نیست، بنای خدای تعالی، مشیت خدای تعالی به این نیست. مشیت اینه که ما مثلا مسائل بهداشتی رو رعایت کنیم، چکاب پزشکیمون رو بکنیم، اگر مثلا مبتلا شدیم بریم توصیه‌های پزشکان رو رعایت کنیم، در این حال اگر توسل به اهل بیت عصمت و طهارت نباشه هیچ وقتی هیچ نسخه ای، اگر اراده خدای تعالی به مثلا ابتلاء یک شخص باشه، اگر اراده خدای تعالی این بشه که یک شخصی عمرش تمامه، جمیع ما سوى الله اگه جمع بشن نمیتونن یک ثانیه برای اون عمر اضافه کنن، بله جمیع ما سوى الله اگه جمع بشن نمیتونن اون مرض رو از اون بردارن. اینها وسیله است که خدای تعالی فرماید که از این وسیله، از توسله. و این چیزیه که همه میتونن ببینن، امروز به خاطر این بلیه مردم بیشتر به دین و معنویات رو آوردن و ارزش دین رو فهمیدن. اون که اگر اینو مردم فهمیدن، ببین حتی در فطرتشونه، ببین انسان هر چقدر از صراط مستقیم که همون صراط اهل بیت عصمت و طهارت، از معنویات دور بشه، به حرام الهی رو بیاره، به معاصی رو بیاره، غاف اصلا سوای از معاصی، سوای از گناه، اصلا از یاد خدا غافل بشه که بدتر از هر گناهی است، از یاد اهل بیت عصمت و طهارت غافل بشه. این آیات قرآن هم داره، خدا اون رو گرفتارش میکنه، مبتلاش میکنه. و هر چقدر این به این صراط مستقیم نزدیکتر بشه، به یاد خدا بیفته، اون رو محفوظ میکنه تا اونجا که امام زمان علیه السلام مأمونن، در امنن. خب و این در فطرت مردمه، ولذا میبینید که در عین اینکه مردم خب نکات بهداشتی رو رعایت میکنن، اما توسلاتشون چند ده برابر شده. به یاد اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا امام زمان علیه السلام بیفتن و توسل کنن و عاجزانه بخوان که کمکشون کنه، چند ده برابر و شاید چند صد برابر شده. و حالا نمیخوام بگم الحمدلله، انشاءالله که مردم همیشه، اصلا لازم نباشه، این بده که لازم باشه خدای تعالی یک بلیه‌ای نازل کنه تا ما به یاد خدا باشیم. این بده که یک بلیه‌ای به ما بخواد بیاد، یک مشاکلی، یک امراض لا علاج و صعب العلاجی بخواد بیاد که ما به طرف دین بریم. اما اونقدر از یاد امام زمانمون و از یاد اهل بیت عصمت و طهارت و دین، مردم، نوع مردم، کل مردم غافل بودن که این بلیه که لطف تمامشون، دنیا تمام شدنی است، فانی است، لطف خدای تعالی است، میخواد به هر روشی که شده اینها رو به سمت خودش بکشه که در برزخ و قیامت راحت باشن. ولیکن الحمدلله خلاف اونچه که معاندین میگن، مردم الان اتفاقا متوجه ضرورت تدین و دینداری و متوجه نقش مهم و ضروری امام معصوم و بالاخص معصوم حی امام زمان خودمون در زندگی هاشون شدن. خیلی عذر میخوام. نه خواهش کنم، استفاده کنم جناب استاد. خدا عاقبت ما رو به حق امام حسین به خیر کنه. و واقعیت این شرایط خیلی شرایط سختیه. و حالا جدای از این فرمایش که جناب استاد فرمودن، من این یک مقطع رو بگم و بریم میان برنامه، بعد برگردیم سوالات شما عزیزان. یک سری بیدین و معلوم الحال یک سری صحبت هایی میکنن در ضد
و بر علیه دین و بر علیه اعتقادات و ادعای اجتهاد کنن، یک سری هستن که در لباس دین هستن متاسفانه، و این دسته متاسفانه یا من اسمه دوا و ذکره شفا رو میخوندن قبلا، ولی الان میگن که چه خبره، مراقب باشید، چیکار کنید چیکار نکنید، و خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. غربال سختیه. میام برنامه ببینید در خدمت هست. بسم الله الرحمن الرحیم. در آخرین وصایا و سفارش های امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که از حضرت نقل شده برای شیعیانشون، جمله هایی است که خوب امشب فردا همگی تصمیم بگیریم این سفارش های آقا امیرالمؤمنین را جامعه عمل بپوشانیم. هر کسی در حد خودش، پدر، مادر، فرزندان، شوهر، زن، شریک، همسایه، دوست، یک جمله از اون سفارش ها، از اون وصایای امیرالمؤمنین صلوات الله علیه این است که فرمودن و اصلاح ذات بینکم فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول صلاح ذات البین خیر من عامة الصلاة والصيام. اختلافای خانوادگی، نزاعای شریک با شریک، اختلافای مؤمنین با همدیگه در هیئت ها، در حسینیه ها، در مساجد، در شرکت ها که با هم یه عده شریکن، در یه کاری، در یه خدمتی، در یه تجارتی، سعی کنید این فساد را مبدل به صلاح کنید، این افساد را مبدل به اصلاح کنید. این سفارش در آخرین سخنان، سفارش امیرالمؤمنین سلام الله علیه است به ماها و دیگران. قدری که انسان میتونه سعی کنه این اختلافا، این نزاعها، اینا را کم کنه، هم خودش نکنه، هم دیگران که با هم دارن سعی کنه اینا را درز بگیره، اینا را اصلاح کنه. بعد هم فرمودن من خودم از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که صلاح ذات البین این کار از هرچی نماز و روزه است افضله. این معناش این نیست آدم اصلاح کنه نماز و روزه انجام نده، نه، هم اون لازمه هم این لازم، اما این دوتا لازم کدوم ارزشش بیشتره، کدوم قیمتش بیشتره. سعی کنیم تصمیم بگیریم، کوتاهی نکنیم. سعی یه مسئله است، موفقیت یه مسئله دیگه است. چقدر موفق بشید، چقدر موفق بشیم، اون دیگه به ما ارتباط نداره. مهم اینه کوتاهی نکنی. به نتیجه هر کسی تو ارحامش، تو همسایه هاش، تو آشناهاش، دانشجوه تو دانشجوها، محصله تو محصله، توی محل هستن، توی هیئت هستن، یکم و زیادی هایی هست، شیطان نزغ میکنه، افساد میکنه، دو به همزنی میزنه. شما سعی کنید قدری که میتونید با زبونتون، با عملتون، با پولتون، با خدمتتون سعی کنید اینا رو کم کنید. وقتتون بخیر دوستان عزیزی که ابتدای فرمایشات حاج آقا رو شنیدن و اون صحبتی که از حضرت آیت الله العظمای شیرازی و سوالی که شده بود رو میخواهند، انشاءالله به شماره برنامه که پیام بدن براشون میفرستیم. ایضا در اینستاگرام امام حسین تیوی و اینستاگرام توضیح المسائل میتونن همراهی کنن ما را، و این رو ما انشاءالله استوری میکنیم، اونجا میذاریم تا بتونید انشاءالله استفاده ببرید. و اما سوالات شما عزیزان، بیننده بزرگواری پرسیدن که آیا جایز است که کسی که بیماری واگیر مثل کرونا مبتلا هست در اجتماع و اماکن عمومی شرکت کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شرعاً جایز نیست و اگر کسی هر بیماری که سرایت میکنه داره گرفت و وارد شد در اجتماع، در اجتماع خانوادگی، در اجتماع جامعه، در هر اجتماعی و به هر دلیلی، به هر شکلی این سرایت کرد به دیگری، این ضامنه. بله. با سلام، آیا اگر فرد بدهکار به کربلا بیاید زیارتش قبول نیست و دعایش مستجاب نمی شود؟ یعنی فرد بدهکار باید هم بدهیش رو بده و هم به کربلا بیاد. اصلا زیارت کربلا از اون دست اعمالی است که در هر شرایطی توصیه شده، لذا البته نباید بهانه ای بشه برای اینکه انسان حق و ناس گردنش باشه. باید حق و ناسش رو بپردازه، همون جوری که مثلا قرض میکنه برای سفر کربلا، خب قرض کنه بدهیش هم بده. بله، بیشتر قرض کنه، میخواد قرض کنه بیشتر قرض کنه، بدهیش بده، کربلا هم بیاد. بله، ممنونم. با عرض سلام و خسته نباشید، من یک پسر 17 ساله هستم و میخواهم موهایم را رنگ کنم، ولی پدر و مادرم میگویند این کار حرام است. سوال من این هست، آیا رنگ کردن مو برای مرد جایز است؟ ببینید، خضاب کردن که یعنی همون رنگ کردن مستحبه. حالا در یه زمانی با حنا رنگ کردن، امروز با این رنگ های مختلفی که هست، ولیکن آقایون به هر حال باید مثلا یه طوری رنگ بزنن که مناسب با شأنیت یک مرد هم باشه. بله، مثلا رنگ مشکی میزنه، رنگ قهوه‌ای سوخته، یه رنگ که مناسب با شأنه، مثل خانم ها که انواع و اقسام رنگ ها میزنن، ولی یه فرقی بین زن و مرد باشه دیگه. و فی نفسه رنگ کردن جایزه، اما خب شأنیت مرد بودن هم باید رعایت بشه. سلام، خسته نباشید، اگر در روز مرد برای برادر شوهرم که نامحرم حساب می شود کادو بخرم چه حکمی دارد؟ آیا جایز است؟ اون چه که در روایات اومده اجتناب از هر گونه ارتباط و صحبت کردن با نامحرمه، لذا اینه که بهتر اینه که اجتناب بشه از این کار. بله. سلام و خسته نباشید، دعا برای رفتن مسافر یا مهمانی که مدت‌ها در خانه امان بماند و نامحرم هم باشد چه حکمی دارد؟ آیا با این کار وارد گناه می شویم و اگر جایز است می شود یک دعایی به من راهنمایی بفرمایید؟ والا مثلا این دعا جایزه، حرام نیست، اشکالی هم نداره که انسان دعا کنه. البته خب اگه حکمتی داره، مثلا نامحرمیه اومده و سخت کرده زندگی رو مثلا، خب بله. وگرنه در غیر این صورت باید انسان مهمان نواز باشه. ما در روایت داریم که حضرت ابراهیم علیه السلام همیشه مهمان داشت، حتی اگه گاهی مهمان نداشت غذا نمیخورد، میرفت بیرون یک کسی رو میآورد و سر سفره می، این استحباب داره. حالا اگه کسی بخواد دعا کنه مهمان مثلا زودتر بره یا نه، یادم حرام نیست، جایزم هست، ولی که مثلا یه دعای دعا که همون با زبون خودشون دعا کنن، خدایا شما که میدونید که مثلا من یه خانومم، محجبم، محجوبم، این نامحرمه، سخت شده بر من، حالا مثلا سخت من بخوام بهش بگم، خودت مثلا به حق اولیاء یه کاری کن، دعا با زبون خودتون دعا کنید. سلام علیکم، با عرض معذرت، اگر ممکن است بفرمایید در چه شرایطی دست دزد قطع میشد و آیا هر دزدی را باید دست برید؟ ببینید، آیه قرآن هم داریم که دست دوز رو از سارق و از سارق فقط عیدی هم، ولیکن این شرایط یعنی بحثش مفصله اینجوری، هرچند که بعضی از علما قائلن که حدود باید در زمان معصوم اجرا بشه، حالا اون سری از علما هم که قائلن که در غیبت هم میشه اجرا کرد، این شرایط مفصلی داره که بله. اینجا جای بیان اونها نیست، که حالا شرایط مفصلی داره، یعنی اینی که صرف اینکه کسی دزدی کرد نمیگیرن دستشو قطع کنن، یه سری شرایط داره که باید همه اون شرایط در جمع باشه تا بعد دست قطع میکنن. بله. اگر زنی بخواهد تتو کند و این کار رو دوست دارد ولی شوهرش با این کار مخالف باشد، آیا زن میتواند این کار رو انجام دهد یا خیر؟ به طور کلی تتو مکروهه، اگر که تتو دائم باشه ایرادی نداره، فقط کراهته، و تتوی موقت مانع از رسیدن آب به پوست. لذا اگه تتوی موقت برای انجام غسل یا وضو، بعد اون رو برطرف کنن. بله.
برای اثبات اول ماه قمری مانند اول ماه مبارک رمضان، آیا واجب است که مقلد طبق اعلام مرجع خود عمل کند یا با دو شاهد عادل هم میتواند خلاف اعلام دفتر مرجع خود عمل کند؟ ببینید، این یک موضوع حکم نیست. لذا مقلدین، خب اگه خودشون یه شخصی خودش رفت و ماه رو دید، بله دیگه خودش به اون دید خودش عمل میکنه، لازم نیست به اعلام دفتر مرجع. یا دو تا شاهد عادل گفت، یا 30 روز از ماه قبلی گذشت. این شرایطی که در اثبات هلال ماه در رساله اومده، اگر میتونه به دست اومد، ایرادی نداره که خلاف اعلام دفتر مرجع عمل کنه. اما اگر هیچ کدوم از اینا نه خودش دید نه شاهد عادلی مثلا اینا فراهم نشد، اون وقته که بایستی طبق اعلام دفتر مرجعش عمل کنه. بله. سلام و خسته نباشید. آیا میتوانیم یک نامحرم را برای نماز صبح بیدار کنیم؟ اگر مستلزم نگاه و لمس حرام نباشه، اینطوری باشه که انسان به حرام نمیفته، بله ایرادی نداره. بله، دروغ گفتن مصلحتی که باعث خرابی زندگی یا کدورت می شود چه حکمی دارد؟ آیا جایز است که دروغ بگیم؟ دروغ گفتن حرامه. خب مثلا مگر دروغ مصلحتی؟ خب اینی که ایشون فرمودن که مصلحتی نیست. دروغ مصلحتی یعنی این که مثلا یه مصلحت مهمی در کاره. این که چه مصلحتی وقتی شما دروغ میزنید؟ خود دروغ حرامه، حالا زندگی هم که خراب میکنه، این دیگه مصلحتش کجاست؟ این دروغ اصلا مصلحتی نیست. دروغ مصلحتی دروغیه که یک مصلحتی درونه، یک خیری درونه. شما دروغ میزنید، دو نفر با هم قهر کردن، شما یه دروغ میزنید، این دو تا میان با هم صلح میکنن، این میگن دروغ مصلحتی، نه این دروغی که شما خودتون هم اقرار میکنید که خب مثلا زندگی فلانی از هم میپاشه. بله. بیننده بزرگواری مقلد آقای سیستانی هستن، گفتن که سلام علیکم، من از کشور سوئد هستم، سوالی درباره خمس دارم. آیا به کسی که قرض دادیم و اکنون توان پس دادن ندارد و سید هم هستند، میتوانیم آن پول را به عنوان خمس و یا سهم امام ببخشیم؟ لطفا راهنمایی کنید. با احترام. باید بله در مورد سهم ساداتش میتونن تلفن بزنن، تلفنی حالا یا حضوری هر جوری این وکالت رو بهش بدن و در مورد سهم سادات اگه. اما در مورد سهم امام باید با یکی از دفاتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی، حالا در هر کجا که هست، مثلا در هر کشوری در هر شهری که هستن، با یکی از دفاتر باید هماهنگ کنن که یکی از وکلا بیاد راهنمایی کنه که آیا میشه یا نه، چون سهم امام یه خورده دقت بیشتری میخواد و نیاز به هماهنگی با وکیل مرجع هست. بله. آیا دست دادن از روی اجبار با زن غیر مسلمان خارجی و بدون قصد لذت ایراد دارد یا خیر، در حالی که هیچ لذتی به وجود نیاید؟ ایشون هم مقلد آقای سیستانی هست. با همه این شرایطی که ایشون فرمودند، مضافاً اینکه با حائل باشه، حائل باشه، دستکش، پارچه است، چادره، نمیدونم، حائل باشه، ایرادی نداره. مضافاً به همون شرایطی که خودشون فرمودن که بله، اجبار قصدی نیست، لذتی نداره. بله. خب آیا رؤیت هلال با استفاده از ابزارهای نجومی مثل دوربین و تلسکوپ اعتبار شرعی دارد؟ ایشون مقلد آقای صافی هستن. حضرت آیت الله عظما صافی بسنده کردن دیدن ما با چشم مسلح تنها رو محل اشکال میدونن، کافی نمیدونن. یعنی حالا مثلا شاید نظرشون اینه که حالا اگه با دستگاه هم دیدن جای تقریبی ماه رو مثلا تشخیص دادن، بعدن باید با چشم غیر مسلح حتما اون ماه دیده بشه. خیلی ممنون، شکرم. در پناه خدا باشید. یا علی. آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام، میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توزیع مسائل است و شیوه